سرخط خبرها. تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های ایران تا آخر سال. وزیر بهداشت میگوید با کسانی که ابتلای خود به ویروس کرونا را کتمان کنند برخورد خواهد شد. توافق اولیه اعضای اوپک برای کاهش سقف تولید تا 3 ماه آینده. بحران کرونا و سقوط قیمت جهانی نفت اوپک را به یک تصمیم گیری قاطع وادار کرد. کاهش 1.5 میلیون بشکه‌ای سقف تولید در گروی موافقت روسیه. جواز دیوان کیفری بین المللی برای تحقیق درباره جرایم جنگی در افغانستان عملکرد نیروهای آمریکایی هم بررسی می شود. و نمایش مد چکن در تاجیکستان. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در ایران برای مقابله با شیوع ویروس کرونا مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال تعطیل اعلام شد. وزیر بهداشت از مردم خواست از این فرصت تعطیلی برای مسافرت استفاده نکنند و همچنین گفته با کسانی که ابتلای خود به این ویروس را کتمان کنند برخورد قانونی خواهد شد. وزارت بهداشت امروز گفت طی 24 ساعت گذشته حدود 600 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و 15 نفر دیگر جان باختند. باران عباسی گزارش می‌دهد. تجمع بیرون داروخانه ای در رشت. ما خانواده ما مریضه، رو تخت بیمارستانه. خشم مراجعان از نبود دارو در میانه بحران کرونا. بیماری که به گفته وزارت بهداشت تا امروز 107 کشته به جا گذاشته و بیش از 3500 نفر را آلوده کرده، بیشتر از همه در پایتخت استان تهران. تا امروز ظهر 1352 نفر مبتلا به بیماری کووید 19 رو داشته. استان گیلان مجموعاً تا امروز ظهر 333 نفر، استان قم 386 نفر. وزارت بهداشت میگوید بیش از 700 نفر هم بهبود یافتند، اما با گسترش ویروس به تقریباً همه استان‌های داشتیم تعطیلی مدارس و دانشگاه ها بود تا پایان سال. تعطیلی مدارس، تعطیلی دانشگاه مساوی نباشد با افزایش سفرها. دولت ایران برخلاف دیگر کشورهای درگیر این بیماری از قرنطینه کردن شهرهای آلوده خودداری کرده و اصرار دارد که مردم خود مسافرت نکنند. سفر واقعا کار خطرناکی است، چه آنهایی که از منطقه آلوده به منطقه غیر آلوده میرن و چه عزیزانی که از منطقه غیر آلوده به خط قرمزهای منطقه آلوده پا میگذارن. وزیر بهداشت هشدار داد نظارت بیشتری بر رفت و آمدها خواهد شد. ما به شدت عیاب و ذهاب‌ها رو کنترل کنیم. ما در ورودی و خروجی شهرها اگر به مواردی از مسافرین مشکوک یا آلوده پی ببریم، قطعاً اینها رو به قرنطینه خواهیم برد و با عرض معذرت 14 روز در شرایط قرنطینه نگه خواهیم داشت. آن سوی شهر حسن روحانی رئیس جمهوری مانند مقام‌های دیگر دستکش به دست به مناسبت روز درختکاری نهالی کاشت. او در جلسه هیئت دولت از نیاز به سرگرم کردن مردمی گفت که به دلیل شیوع کرونا خانه نشین شدند. برنامه‌های شادتری رو در صدا و سیما برای مردم ارائه بشه. همه هنرمندهای ما تو فضای مجازی بیان، همه دانشمندان ما تو فضای مجازی بیان، همه روانشناس‌های ما تو فضای مجازی بیان. اما بعضی که مجبورند همچنان در محل کار حضور داشته باشند از شرایط بهداشتی ناراضی‌اند. اینجا ما هیچ گونه تمهیدات بهداشتی برای مقابله با کرونا رو نداریم. نه ماسکی میدن، نه ماده ضد عفونی. ورودی بازار امام‌رضا را مشاهده می‌کنید که زیارتگاه‌ها در شهرهای مذهبی همچنان باز است، اما به نظر می‌رسد بسیاری از حضور در چنین مکان‌های شلوغی خودداری می‌کنند. که می‌بینید گل مغازه‌های بازار امام‌رضا است، اکثراً تعطیل. اینجا در تهران نیروهای آتش نشانی در حال ضد عفونی میادین تره بار. در حفاظ اما دست کم در این تصاویر صدای پای کرونا پشت نوای موسیقی به نظر پنهان می رسد. باران عباسی، بی بی سی.
دولت افغانستان از احتمال انتقال ویروس کرونا توسط هزاران مهاجر رد مرز شده از ایران ابراز نگرانی کرده. رئیس جمهوری افغانستان گفته امکانات باید در مرزهای غربی بیشتر شود. وزارت صحت عامه هم از مردم خواسته برای جلوگیری از شیوع کرونا در مراسم نوروز شرکت نکنند. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. و بازم آگاهی عامه زنگ خطر از غرب افغانستان به صدا در آمده. از دست دادن و بغل کشی کردن و اینا لطفا جلوگیری کن. خطر به حد نزدیک احساس شده که رئیس جمهوری امروز در جلسه کابینه گفت در ادارات دولتی باید از دست دادن و روبوسی خودداری شود. دولت بیش از گذشته نگران شیوع ویروس کرونا از مرزهای ایران است. ضرورت واضح است که سرحد غربی ما خود ما اقدامات کنیم. باید امکانات بیشتر بسازیم، نه ای که توقع داشته باشیم که پدیده خود ایران از اسلام قلعه گرفته تا بخشای دیگه سرحد غربی ما تدابیر بسیار جدی گرفته شد. تا کنون از 81 مورد مشکوک به کرونا تنها یک مورد مثبت ثبت شده. فرد بیمار نزدیک به دو هفته پیش از شهر قم ایران آمده بود. رد مرز شدن روزانه 2 تا 3 هزار مهاجر افغان از ایران احتمال شیوع این ویروس را بیشتر کرده. در ظرف 2-3 هفته اخیر بیش از 50 هزار هموطن ما از ایران عادت کرده به افغانستان. خدای نخواسته کسیش در تماس با مرض وایرس بوده باشه یا با این مرض کرونا، زمینه انتشارش در جامعه وجود دارد. مقام های ولایت هرات از مردم خواسته اند در تجمعات بزرگ اشتراک نکنند. آغاز سال تعلیمی در مکاتب و مدارس این ولایت به تأخیر افتاده. فعالیت حمام های عمومی و رستوران ها هم ممنوع اعلام شده. یک قوت امنیتی مشترک دیروز دستور داده شده که او از پلیس، امنیت، اردو، ای جور میشه که ای امی فیصله را که در مورد کرونا ما میکنیم او را تعقیب کنه که او اجرایی شود. دولت 25 میلیون دلار برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اختصاص داده. 50 هزار کیت تشخیصی این بیماری هم از طرف امارات متحده عربی کمک شده. تدابیری که چیز از نگرانی مردم کم نکرده. نگرانی از کمبود امکانات تشخیص و جلوگیری از شیوع ویروسی که بسیاری از کشورها را به چالش مواجه کرده. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. در کالیفرنیای آمریکا بعد از شناسایی دست کم 54 بیمار مبتلا به ویروس کرونا و در گذشته یک مرد 71 ساله وضعیت فوق‌العاده اعلام شد. همزمان مقام‌های بهداشتی در این ایالت از احتمال شیوع این ویروس بین مسافران یک کشتی تفریحی خبر می‌دهند که به سوی سان فرانسیسکو در حرکت است. دست کم 11 نفر در آمریکا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جانشان را از دست دادند و نزدیک به 160 بیمار در 16 ایالت تحت درمان هستند. خشایر جنیدی خبرنگارمون از واشنگتن. ماماز قشار بیشتر به ما در مورد وضعیت کالیفرنیا بگو، این اونجا وضعیت فوق‌العاده اعلام شده. موردی که مربوط به کالیفرنیا هست دیروز اعلام شد فوت کرده. 11 قربانی ویروس کرونا جدید در آمریکا هست. 10 مورد قبلی همگی از ایالت واشنگتن در غرب آمریکا گزارش شده بودند. این فرد و یک بیمار دیگر مبتلا به ویروس کرونا گفته شده که از مسافران یک کشتی تفریحی بودند به عنوان گراند پرنسس که ماه گذشته از سان فرانسیسکو سفر دریایی داشته به مکزیک و پس از اینکه از مکزیک برمیگرده این افراد ظاهرا معلوم نیست که در داخل کشتی مبتلا شدند یا بعد از اینکه پیاده شدند. منتها ابراز نگرانی کردن مقام‌های بهداشتی درباره دیگر مسافران این کشتی. از سوی دیگر این کشتی با یک گروه دیگر از مسافران سان فرانسیسکو رو ترک کرده بوده و روانه جزایر هاوایی بوده. بهش دستور دادن قبل از رسیدن به هاوایی برگرده به سمت سان فرانسیسکو. گفته میشه که مشکوک هستن که ممکن است 11 نفر از مسافران کشتی و همینطور 10 نفر از خدمه او شواهدی رو نشون دادن که ممکن است مبتلا شده باشن. برای همین گفتن که فعلا وارد بندر نشه و گارد ساحلی آمریکا کیت های تشخیصی رو از با هلیکوپتر به کشتی منتقل کرده
تا حدود 100 نفر رو که زیر نظر قرار دادن از مسافران این کشتی، اول روی اینها آزمایش انجام بدن، بعد تصمیم بگیرن که مسافران رو میخوان پیاده کنند یا نه. اما علاوه بر این افراد، 54 نفر هم کلن در کالیفرنیا گفته شده که مبتلا هستند. در کل تعداد افرادی که شناسایی شدند به عنوان بیمار در سطح 17 ایالت آمریکا 160 نفر اعلام شده، یا همین حدود، ممکن هست بیشتر شده باشه. 44 نفر از این افراد افرادی بودند که ماه گذشته حین سفر تفریحی در یک کشتی تفریحی دیگر مشخص شد که بیمار شدند و اونها را از ژاپن به آمریکا منتقل کردند. در این حال مقام‌های بهداشتی کماکان به مردم هشدار میدن که مسائل مربوط به بهداشت فردی رو باید رعایت کنند، هرچند که مقام‌های دولتی معتقدند که در شرایط کنونی خطر شیوع ویروس کرونا در سطح آمریکا خیلی بالا نیست. متشکرم از تو خشایار جنیدی در واشنگتن. وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک در نشست فوق‌العاده این سازمان به توافق اولیه برای کاهش 1.5 میلیون بشکه تولید روزانه نفت خام رسیدند. همزمان با شیوع ویروس کرونا، قیمت جهانی نفت در هفته‌های اخیر کاهش قابل توجهی داشته و صادرکنندگان امیدوارند با کاهش عرضه جلوی افت بیشتر آن را بگیرند. سه ماه پیش اعضای اوپک و صادرکنندگان نفت غیر عضو این سازمان به رهبری روسیه نتوانستند درباره سقف تولید به توافق درازمدتی برسند و به همین خاطر تصمیم گرفتند این نشست فوق‌العاده را برگزار کنند. بهرنگ تاجرین، خبرنگارمون از وین، محل برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک با ماست. به نظر میاد بهرنگ، همونطور که کرونا این روزها بر همه اوضاع جهان تاثیر گذاشته، تاثیر مستقیمش رو بر نشست اعضای اوپک هم گذاشت؟ دقیقاً، به خاطر اینکه ما معمولاً وقتی که روز اول نشست‌های دو روزه اوپک وزیران نفت اوپک جمع می‌شدن، نشستشون ساعت‌ها به درازا می‌کشید. همین دفعه پیش سه ماه قبل که وزرا جمع شده بودن، نشست رو از صبح شروع کردن و تا 11 شب هم به طول کشید و تازه به نتیجه مشخصی هم نرسیدن، مجبور شدن فرداش بیان. اما این بار به نظر میاد که کرونا و تأثیراتش بر بازار جهانی نفت باعث شد که وزارت ظرف 3-4 ساعت به نتیجه برسن، و نه تنها به نتیجه برسن که حتی یک بیانیه رسمی هم منتشر کنن، بگن که دنباله چی هستن. به خاطر اینکه دفعه قبل همیشه صبر میکردن، در واقع اعلام نمیکردن اینکه چه اتفاقی میخوان بیفته، تا وقتی که در روز دوم نشست اعضای اوپک با این 10 کشور غیر عضو اوپک به رهبری روسیه با هم جمع بشن، همه با هم تصمیم بگیرن. ولی واقعیت داستان اینه که در دو ماه گذشته با شیوع ویروس کرونا در سراسر دنیا، قیمت جهانی نفت از حدود 70 دلار به 50 دلار رسیده، بیشتر از 30% کم شده، و خیلی از این کشورها نگرانن که اگر امروز کار قاطعی انجام نمیدادن، اگر پیام قاطعی به بازارهای جهانی نمیدادن، این روند ممکن بود ادامه پیدا کنه. و به همین خاطر بود که تصمیم گرفتن که 1.5 میلیون بشکه از تولید نفت همه این کشورها روی هم کم بشه. 1 میلیون بشکه از تولید نفت کشورهای عضو اوپک و 0.5 میلیون بشکه هم از تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک. ولی خب تمام اینها منوط به این که روسیه هم و بقیه این کشورهای غیر عضو اوپک هم فردا در نشست فردایی که قرار در همین ساختمون برگزار بشه با این پیشنهاد موافقت کنه. موضع روسیه چیه؟ آیا میدونیم؟ و این روسیه در روزهای اخیر به نظر بگو بهرنگ. عرض کردم که روسیه در روزهای اخیر به نظر میاد یک سیگنال های، یک پیام هایی به صورت غیر رسمی میداده که خیلی با کاهش مثلا این 1.5 میلیون بشکه‌ای موافق نیست، و ترجیحش اینه که در واقع یا کاهش کمتر باشه یا اصلا سقف فعلی تولید حفظ بشه. ولی واقعیت داستان اینه که ببین، به خاطر کرونا سفرهای هوایی کم شده، پروازها کم شده، پروازهایی که میاد و میره تعداد مسافری که توش هست کمتره، در نتیجه مصرف سوخت، تقاضا برای مثلا سوخت هواپیما کم شده، تقاضا برای خیلی از فرآورده‌های نفتی دیگه هم کم شده، و با ادامه این روند، این کم شدن تقاضا ادامه پیدا میکنه، قیمت جهانی نفت پایین بیاد. به همین خاطر اعضای اوپک تمام تلاششون رو امروز به صورت غیر رسمی و فردا به صورت رو در رو میکنن که روسیه رو قانع کنن که این
کاهش تولید در نهایت به نفع همه این کشورهاست و باعث میشه که درآمدشون افزایش پیدا کنه، به خاطر اینکه اگر کاهش ندن تصور عمومی بر اینه که این روند کاهش قیمت نفت همچنان ادامه پیدا میکنه. متشکرم از بهرنگ تاشتین در وین، محل برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. کرونا مراکز آموزشی ایران را تا آخر سال تعطیل کرد. وزیر بهداشت میگوید با کسانی که ابتلا خود به ویروس را کتمان کنند برخورد خواهد شد. وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک در نشست فوق‌العاده این سازمان به توافق اولیه برای کاهش 1.5 میلیون بشکه تولید روزانه نفت خام رسیدند. در ادامه برنامه، نمایش مد چکن در تاجیکستان. دیوان کیفری بین المللی مجوز تحقیقات درباره جرم جنگی در افغانستان را صادر کرد. سال گذشته این دیوان درخواست تحقیق را رد کرده بود، با این استدلال که طرفهای درگیر از جمله آمریکا، مقامهای افغان و طالبان همکاری نکردند. آمریکا صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را به رسمیت نمی‌شناسد. برای صحبت بیشتر در این باره، موسی فریور، استاد دانشکده علوم و حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل از همین شهر با ما هستند. آقای فریور، چه شده که این بار این مجوز صادر شده برای تحقیق درباره جرایم جنگی در افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما بینندگان گرامی. ما از این تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری جدا استقبال میکنم. به عنوان یک شهروند با مسئولیت افغانستان، جنایات انجام یافته در افغانستان از سال 2001 تا اکنون متاسفانه در هیچ یک از محاکم ملی و بین‌المللی مورد بررسی قرار نگرفته و به شکایات شاکیان رسیدگی لازم نشده تا عدالت به وجه احسن در افغانستان تامین شود. شما فکر میکنید چه کسی مسئول تأمین عدالت در افغانستان هست، با توجه به اینکه طرف‌های درگیر الان در افغانستان خودشون همچنان درگیر قدرت هم هستند و دوباره در گفتگوهای صلح قرار هست که شرکت کنند؟ در یک کشور معروض با بحران و اشغال، تمنای عدالت یک تمنای آیدیال است اما عملی نیست. با وجودی که ما در افغانستان نظام قضایی داریم و امیدی بود که به همچون شکایات که در موارد نقض حقوق بشری به شکل آشکار توسط جوانب درگیر صورت گرفته اهتمام صورت بگیره، تا به حال کوچکترین اهتمام در این مورد صورت نگرفته و گویا اطراف درگیر خود بری و زمه می دانند و غیر مسئول در برابر قربانیان جنایات ضد حقوق بشری تا حدود 19 سال گذشته در افغانستان. در یک سری دیگر از تجربه مشابه در خیلی از کشورهایی که مثل افغانستان دچار جنگ‌های طولانی با همه گروه‌های مختلف درگیر بودند، اتفاقی که افتاده بیشتر از چیزی به عنوان بخشش استفاده کردن. این گروه‌های مختلف در دادگاه‌های عمومی شرکت کردند، مسائل رو مطرح کردند و هر کسی شروع کرده به بخشیدن اتفاقات و ظلم‌هایی که به اونها شده. فکر می‌کنید در افغانستان چنین چیزی ممکنه اتفاق بیفته؟ بله، در یک صورت ممکن است که این کشور با آزادی کامل خود دست پیدا کنه. جنگ که از ما نیست و بر ملت مظلوم ما تحمیل شده و هر روز از این ملت مظلوم قربانی میگیره، هر چی زودتر خاتمه پیدا کنه و حاکمیت قانون در افغانستان مسجل شود. در صورت که حاکمیت قانون و فرهنگ حاکمیت قانون در افغانستان جاری و ساری و نافذ شد، باز ما انتظار داریم که عدالت و خصوصا مقوله عدالت انتقالی که تعبیر مختلف میشه در افغانستان صورت بگیره. باز در صورتی که باز قربانی حاضر بودند که جانیان یا کسایی را که در حقشان ظلم کرده یا حقوق بشریشان پامال کرده اگر عفو بخشش کنه، او مربوط خود از واست. متشکرم از شما موسی فریور، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل. سلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، گفته آمریکا به تسهیل مبادله زندانیان طالبان و دولت افغانستان متعهد است. آقای خلیلزاد امروز در رشته توییت‌هایی گفت آمریکا از رهایی شمار قابل ملاحظه زندانیان حمایت می‌کند. او تاکید کرده همه افغان‌ها باید از فرصت تاریخی که برای تأمین صلح به میان آمده استفاده کنند.
و شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان نمایش مد چکن برگزار شده که در آن یک طراح تاجیک 5 مجموعه از لباس‌های خود را عرضه کرده. بیشتر کارهای خورشید ستاروف به گلوزی چکن اختصاص دارند که تا حالا در چندین کشور جهان به نمایش درآمده. پیشتر یونسکو با پیشنهاد تاجیکستان چکن را به عنوان میراث معنوی جهانی به ثبت رسانده بود. خبرنگارمون سهراب ضیا از نمایش مد چکن در دوشنبه گزارش می‌دهد. چکن یعنی گلدوزی در روی پارچه. در فرهنگ های فارسی در شکل چکین و به معنای گلدوزی آمده. چکن شیوه مخصوصی گلدوزی در جنوبی تاجیکستان است که در رشت و درواز این کشور هم معروف است. در نمایش مودی چکن 500 کار خورشید ستاروف معرفی شد. بخشی از کارهای این طراح تاجیک در هفته های مودی چندین کشوری خارجی نمایش داده شده. اما برای نخستین بار است که او همه لباس های چکنش را در تاجیکستان به نمایش می گذارد. با بهانه 20 سالگرد آغاز فعالیتی طراحیش. دانستن تاریخ تمدن برای من خیلی مهم است و من به خاطر تاریخ و تمدن خودم را در جهان معرفی کردن، چون تنها با واسطه فرهنگ، زیبایی و ببینید که در یک لباس چکن تمام رنگ های زیبای طبیعت استفاده می شود، با نور چشم آمده می شود و حتما یکان نفری را بی‌طرف نمی گذارد وقتی که در صحنه کلان لباس های چکن می براید. توجه به چکن در دوران استقلال تاجیکستان زیاد شد. تاجیک ها چکن را با عنوان میراث معنوی جهانی به یونسکو پیشنهاد کردند و این سازمان 1 سال و 3 ماه پیش آن را به ثبت رساند. تقریبا همه طراحان تاجیک در کارهایشان به گلدوزی چکن رو آوردند، اما در میان آنها بیشتر از دیگران خورشید ستاروف برای احیا و گسترش این هنر قدیمی نیاکانش تلاش می‌ورزد. شهرت این کارهای او به بیرون از مرزهای تاجیکستان تا به پاریس و روم رسیده. واقعا او کوشش کرده است که هم شیوه و اسلوب چکندوزی رو با سبک امروزان مطابق گرداند، هم نمونه های نقش و نگار هایی که در منطقه های گوناگون تاجیکستان رایج هستند آنها را گردآوری کرده در انمی لباس های خود در هر کجا جای کند. و واقعا میبینیم که هم نوآوری هست هم انانه، یعنی یک نوع سینتز، یک نوع آمیختگی به وجود آمده است که همه را مفتون میکند. واقعا هم زیبا است. در میان مسئولان نمایندگی ها و سفرای خارجی، علاقمندان کارهای خورشید ستاروف کم نیستند. در نمایش مود چکن، سفیر فرانسه در تاجیکستان با پیرهن حاضر شده بود که کار خورشید است. بسیاری از خواننده های زن تاجیک در تهیه لباس هایشان با این طراح همکاری می کنند. خورشید ستاروف خود پیشبر هنر گلدوزی مردم تاجیک است. همیشه با لباس های ملی همه هنرمندان تاجیک را تامین میکنند. چکن اصلا لباسی زنان و دختران تاجیک است و بیشتر در جشن و مراسم و عروسی ها به بر کرده می شود. در نمایش مودی چکن خورشید ستاروف کت و بالا پوش های هم معرفی شدند که او برای جوانان و مردها تهیه کرده. خورشید ستاروف یکی از ویژگی های فعالیت 20 سالش را ایجاد اشتغال و تأمین معاش 300 زنی خانه‌دار تاجیک می داند. زنانی که هنر چکندوزی خود را از سینه به سینه و از نسل به نسل به میراث می گذارند تا این هنر قدیمه از بین نرود. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. شاید فکر کنید اشتراکات زیادی با پرنده ها ندارید، اما دانشمندان در دانشگاه کمبریج معتقدند نحوه فکر کردن انسان ها و پرنده ها بسیار به هم شبیه. اما از کجا به این نتیجه رسیدند؟ به کمک یک شعبده باز. این گزارش ریچارد وستکات خبرنگار بی بی سی رو با هم ببینید. آیا این زاغ‌های کبود شبیه ما فکر می‌کنند؟ محققان از حقه‌های تردستی استفاده می‌کنند تا ببینند مغزشان چطور کار می‌کند.
ببینید که این پرنده جوان چطور یاد میگیرد غذایش را پیدا کند. اما وقتی بادام زمینی با تردستی دوباره ظاهر می شود، عکس العملش را ببینید. دوباره آن را نگاه می کند. مثل انسان. تیم ویژه ای از دانشگاه کمبریج این تحقیق را انجام داده. یک شعبده باز و یک روانشناس. کرم رو به پرنده نشون میدیم. بعد توی ظرف قایمش میکنیم. اول فکر میکنه زیر اینه. اما بعد میفهمه که اشتباه کرده. این طرز فکر کردن انسانه. بعد گفتیم میتونه در مورد حیوانات هم درست باشه. مخصوصا زاغهای کبود که غذاشون رو مخفی میکنن. این بهشون کمک میکنه که با بکار بردن این حقه ها شانس خورده شدن غذاشون توسط پرنده های دیگر رو کاهش بدن. چیز جالب در مورد پرنده ها اینه که دفعه اول و دوم متوجه میشن که یه اتفاق عجیبی داره میفته، ولی دیگه گول نمیخورن. مثل انسان ها یاد میگیرن که به محیط اطرافشون نگاه کنن و تحقیق کنن، به حقه ها پی میبرن. این نحوه فکر کردن بین حیوانات نادر است. تنها در انسان‌ها، شامپانزه‌ها و بعضی از پرندگان و آبزیان از جمله هشت‌پاها وجود دارد. این به فهم تکامل جانوران کمک می‌کند. تفاوت‌های زیادی بین ما هست، اما نوع هوشمون مشابهه. حیواناتی مثل زاغ کبود یا شامپانزه و بعضی از میمون‌ها احتمالاً با مسائل مشابه روبرو هستند و با روش مشابه جوابشون رو پیدا می‌کنن. به همین خاطر که انقدر باهوشن. همکاری عجیبی است. اما یک دانشمند و یک شعبده باز به نتایج جالبی رسیدند. ریچارد وستکات، بی بی سی نیوز، کمبریج. و حالا دعوت میکنم که بیننده بخش ویژه ما در مورد کرونا باشید با نازنین معتمدی.